سلام به فراخبر، با من شمسمانی خوش آمده. در این برنامه خواهید دید: از تهران تا انقره دیپلمات های امارات اسلامی نمایندگی های سیاسی افغانستان را تصاحب کردند. آیا روابط کابل با جامعه جهانی بهبود یافته؟ با آنکه هنوز هیچ کشوری حکومت سرپرست در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما شمار از کشورهای همسایه و منطقه دیپلمات های امارات اسلامی را پذیرفته. بسترسازی برای تعامل رسمی از کجا آغاز می شود؟ و گذاری سفارتخانه ها و کنسولگری ها به حکومت سرپرست به معنای چیست؟ و در نهایت آیا امارات اسلامی در چند قدمی مشروعیت جهانی قرار گرفته؟ اینها و بیشتر در فراخبر. مهمانان من در این برنامه آقایان محمد داود آبدی، رئیس شورای صلح ملت افغان اینجا در استودیو، و آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه روابط بین الملل، هم از طریق اسکایپ وصل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی. آقای آبدی، اگر اجازه بدین ما با آقای شمال بحث را آغاز بکنم. آقای شمال سلام به شما، بسیار خوش آمدین. آنچه ایران تصمیم گرفت و حالا ترکیه به معنای چراغ سبز برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست در افغانستان است؟ به نام خداوند متعال و عرض سلام خدمت شما مهمان گرامی آبدیسی محترم و همه بینندگان برنامه شما. بسیار تشکر. در قسمت به اقدامات اخیری که از جانب بعضی کشورها در مورد تعامل با امارت اسلامی افغانستان صورت میگیره، میتونیم بگیم که یک گام نیک و مثبت است. چرا خود تعامل در حقیقت نزدیک شدن روابط میان دو کشور و یا کشورهای متعدد با یکی از رژیم‌ها یا دولت‌هایش. درست است که امروز امارت اسلامی در حدود بیشتر از 18 ماهی که از حکومتداریشان بگذره، از جانب هیچ یک از کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشدن که روابط دیپلماتیک یک قسم حسنه و تبادل سفرا در سطح بالاتر انجام میدادن، اما میبینیم که آهسته آهسته کشورهای متعدد جهان باید میبینن که باز بعد خاطر به دست آوردن منافع و مشترکات که در کشورها روابط بین‌المللی و بین کشورها وجود داره، دست عدد از این هستن که اگر حکومت هم بر اسمت نمیشناستن، بلکه به خاطر به دست آوردن منافع خود و تامین روابط بیشتر، به خاطر پلان‌های استراتژیک که در منطقه داشته باشن، با کشورها تعامل بکنن و از اون جلو هم نزدیکی کشورها، مخصوصا کشورهای همسایه ما، با امارت اسلامی افغانستان یک گام نیک. ولی آقای شمال، آنچه مورد پرسش است این است که این کشورها امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه، ولی نمایندگی های سیاسی افغانستان در مقیم کشورهایشان را اجازه میده که دیپلمات های امارت اسلامی آنجا باشند و کارها را به پیش ببره. این نامش چی است؟ چه نوع تعامل است؟ آیا این چراغ نخست است برای چراغ سبز اولی برای اینکه آهسته و پیوسته به پیش بره و در نهایت به رسمیت بشناسه، یا نه به دنبال تأمین منافع خودشان هستند؟ در شرایط کنونی ما فکر میکنم که این کشورها بیشتر توجه به دست آوردن منافع کشورهای خود است، زیرا بعض تعاملات در دنیا بین کشورها وجود داره که تأخیر از پروژه ها یا تطبیق پروژه ها به نفع هر دو جانب هم بوده. بله. بنابراین با گذشت این زمانی در افغانستان سپری شد و حکومت حاضر نشد که عدالت که حکومت افغانستان به رسمیت بشناسه، یک تعداد کشورها متوجه شدند که مناسبات دیپلماتیکی که با متأسفانه با فروپاشی نظام قبلی یا جمهوریت برخورد دوباره به شکل با احیاش. اما بعضی نزدکت های بسیار باری که در سیاست های بلیملی داره که مانع بر اسمیت شناختن یک حکومت در جانب سایر کشورها میشه. درست. و من در مورد او نزدکت ها حتما میپرسم، و اینکه اصول دیپلماتیک چی میگه وقتی یک چون این اقدام را انجام میده کشورها. اگر اجازه بتن از آقای آبدی هم بپرسم، آقای آبدی شما چطور میبینین به این تصامیمی که گرفته میشه و سپرده میشه نهادهای سیاسی افغانستان، مقیم کشورهای منطقه مثل ایران و ترکیه؟ پیش از این هم مشاهده یک شماره از کشورها بودیم که دیپلمات های امارات اسلامی را پذیرفته بود. الحمدلله و کفا و سلام علی عبادی الذین اصطفا و بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بتین سلام احترامات خدمت شما برادر عزیز ما شمال صاحب و ملت نجیب افغانستان تقدیم بکنم. بسیار تشکر. مسئله ارسال دیپلمات های جدید به
دو کشور همسایه و دوست و مسلمان یک قدم بسیار مثبت برای امارت اسلامی و برای از دو کشور مسلمان است. افغانستان، ایران و ترکیه مناسبات احسنه دارند، از مدت ها به این طرف روابط خوب دارند. فکر می کنم که کشورهای میزبان به این نتیجه رسیدن که مسائل افغانستان، خصوصا مسائل مهاجرین، مسئله تجارت، مسئله همسایه‌داری و ای که دو کشور میزبان مستقل هستند در تصامیم خود، این باعث شده که اونا یک تصمیم مثبت بگیرن و یک قدم خوب بردارن. از جانب دیگر حقانیت امارت اسلامی هم آهسته آهسته بر جهانیان روشن میشه و کشورهای دیگه هم امیدوار هستیم که این مسئله را تعقیب کنن و مسائل دیپلماتیک از این فراتر و بلندتر ببرن. ولی آنچه مهم استی است که ترکیه و ایران گفته که این واگذاری یک امر داخلی مربوط به خود افغانستان است و اینا نقشی نداشته، یعنی در تفاهمی که شکل گرفته میان دیپلمات های قبلی و دیپلمات های امارت اسلامی این تصمیم گرفته شده و اونا اصلا دخالت نکرده به این تصمیم. در هیچ شک نیست که این تصمیم تصمیم داخلی امارت اسلامی بوده. بله. هیچ کشور نمیتونه دیپلمات های یک کشور دیگه را تعیین بکنه. از جانب دیگه از نگاه ماموریت اداری شاید زمانی از برادرای دیپلمات ما که در این کشورها وجود داشتن به اختتام رسیده باشه و زمانی بود که باید دیپلمات های جدید بره. اما این که کشورهای دیگه دخالت نداشتن از دید افغانستان دخالت نداشتن، اما اونا پذیرفتن، ویزا دادن و آیت های هفت نفری از اینجا به او کشورها مواصلت کرد که به یک شکل رسمی از این دیپلمات های جدید پذیرایی به وجود آمد. ولی به خاطر چی است وقتی یک چنین واکنش نشان می‌ده که ما اینجا دخالت نداشته، ما این تصمیم داخلی است و از طرف دیگه هم به رسمیت نمی‌شناسه، نزاکت های جهانی را در نظر میگیره و در اصل میگن که تعاملات داره شکل گرفته یا شکل میگیره؟ فرموده از اونام دور از حقیقت نیست، به خاطر تصمیم از جانب افغانستان گرفته شده بود که دیپلماتایش تغییر بده. اینا اگر به رسمیت قسم نمیشناسن که، یعنی رسما اعلان نکردن که ما اداره یا حکومت سرپرست به رسمیت نمیشناسیم، این مربوط خود از اوناست. اما قدمی که برداشتن این به نفع هر دو جانب است، به اینجا سه طرف. به او خاطر اونا در این تصمیم پذیرش دیپلمات ها سهم داشتن و وکیل ما لبیک میگه. ممنون شما آقای شمال. خب ترکیه و ایران هم طوری که از آقای آبدی پرسیدم گفتن که با گذاری نهادهای دیپلماتیک افغانستان مربوط به موضوع داخلی افغانستان است، اما بر اساس کنوانسیون ویانا روابط دیپلماتیک به اساس توافق دو طرف باید شکل بگیره و شکل هم میگیره. چگونه میشه یک موضوع داخلی را دانست وقتی یک چنین واکنش نا داشتن؟ بله، ببینیم مطابق با کنوانسیون های بین المللی که در سطح پذیرش دیپلمات ها یا تبادل دیپلمات ها بین کشورها وجود داره، دو کنوانسیون در سال 1961 در ویانای اتریش به عقد شده. در صورتی که مناسبات بین دو کشور تامین بشه، شخص یا جانب حکومت و جانب میزبان معرفی میشه و در اون زمان تمام خصوصیات، مثلا سوابق کاری و گفایشان از جانب حکومت میزبان هم بررسی شده و بالاخره با توافق جانبین، بدون که حکومت میزبان قبل از زمان به توافق میکنه که همین شخص رئیس دیپلمات یا سفیر به کشورشان اعزام شوند و بعد از اوست که اگریمان یا اعتبارنامه خود سفیر ترتیب میشه و با امضای و تفتیه خود رئیس جمهور یا رئیس دولت هم کسی که میباشه، اینا رسما معرفی میشن به کشور میزبان و حتی یک مناسب خاص، البته این اگریمان از طریق وزارت خارجه کشور میزبان و در اساس مقامات عالی کشورهای میزبان قرار میگیره و در اونجا تا تشریفات خاص رسمی سفیر و نماینده کشور پذیرفته میشه و کار خود آغاز میشه. بله. اما متاسفانه در شرایط فعلی افغانستان، چون از جانب کشورهای به رسمیت شناخته نشده که بتوانند به سطح سفرا این تبادله بکنند،
اما به سطح پایین‌تر از او، به سطح سکرتر یا معاون سفیر اینا، به خاطر تامین روابط دیپلماتیک و یا مثلا بعض مسائل اجتماعی و پروژه اقتصادی یک است، میتونن این قرارداد وجود داشته باشه بدون از اینکه دیپلمات‌ها برسن بشناسن، به خاطر که یک سلسله سهولت‌ها را به خاطر ولی میشه خوشبین بود برای اینکه این کشورها به هر حال این اقدام را انجام دادن، مرحله بعدی تعامل رسمی باشه، مرحله بعدی به رسمیت شناختن حکومت باشه. این موضوعات را میشه حداقل پیش بین بود با توجه به این اقدامی که انجام میشه. بله، ببینید که خود امی بساط تعامل یک گام سوی به پیش بودن است، یعنی به پیش رفتن به خاطر تامین روابط دیپلماتیک و سیاسی میان کشورها. بله. بنان به خاطر رسمیت به دست آوردن یا کسب رای اعتماد، اینجا یک سلسله مسائل بین المللی وجود داره که اصل کارهای خانگی وجود داشته باشه کشورها باید انجام بدن. و متاسفانه بعض خواستهای که طرف جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناخته شدن حکومت امارات اسلامی افغانستان پیشنهاد شده بود، متاسفانه اونا چون جامعه عمل نپوشیدن، یعنی بدید جامعه جهانی توافق به او قناعت نرسیده که مطابق معیارها نمایندهای که افغانستان قبول بکنه. بنابراین خود به رسمیت شناختن چی از دیگه وقتی این ابی خودش همین مفهوم به هر حال نمیرسونه که به رسمیت شناخته، وقتی دیپلمات او حکومت را میپذیره به عنوان مسئول و میزبانی میکنه در سفارت او کشور از دیپلمات هایی که عملا دستور میگیره از حکومت در افغانستان، خوب همین خودش به معنای به رسمیت شناختن مگر نیست، اگرچه اعلان نمیشه به شکل رسمی؟ نه خیر، نه، به خاطر از اینکه به رسمیت شناختن گفتم یک سلسله قوانین کنوانسیون ها داره که مطابق با او باید عیار شرایط بشه، اما در شرایط افغانستان فعلا او تکمیل نشده بود است. با اون خاطر هم بانگیری های که از جامعه جهانی از طرف جامعه جهانی علیه امارت اسلامی به حساب وجود داره، اونا مرفوع نشد. این اساس است که اینا نمیتونن به اون شکل، اما خود امین تعامل برای شما گفته که بلقت یک قدم بسوی نزدیک شدن روابط دیپلماتیک و سیاسی میان کشورهاست. ببینید چرا این دو فایده داره. از نگاه سیاسی اگر برای بررسی بکنیم، از نگاه سیاسی این به نفع امارت اسلامی افغانستان است که میدانه حکومت بیشتر کسب کنند، و همچنان از نگاه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به نفع مردمان کشور است، خاطر از اینکه وقتی که یک اعتماد بین دو کشور به وجود میاد، میتونه از طریق از این پروژه میامرمرفه و قرارداد از طریق تجار ملی و غیره، با البته با حفظ منافع ملی مردم کشور ما بخصوص، میتونه قرارداد به وجود بیاد که به نفع مردم است از نگاه اقتصادی، یعنی میگن داد و ستت ها را ممکن تسریع بکنه. درست، تسریع بشه، همچنان از نگاه روابط و دفترداری که داخل سفارت وجود داره، خدمات بیشتر برای آمدنان از ما در کشورهای میزبان بشه آسان‌تر میتونست. بسیار تشکر، ممنونتون آقای عابدی. خوب این چیز تازه هم نیست، پیش از ترکیه و ایران کشورهای مثل پاکستان، روسیه، چین، قطر، ازبکستان کشورهایی است که دیپلمات های امارات اسلامی را پذیرفته، ولی به گونه رسمی امارات اسلامی یا حکومت سرپرست در افغانستان را به رسمیت نشناخته. اقدام های مشابه انجام میشه ولی انتقادها هم وجود دارد سوی همین کشورها، خواست هایی که جامعه جهانی داره برای که اونا باید عملی شود و وارد تعامل شود با امارات اسلامی. شما فکر میکنین که خیلی میشه خوشبین بود با یک چنین اقدامی که درب تعامل آهسته و آهسته در حال باز شدن است؟ خب نباید فراموش کنیم که روابط آهسته آهسته گسترده میشه، یک دم نمیشه. بیشک که مشکلات موجود است با جامعه جهانی، مسائلی است که باید به اعلی از او بپردازیم، هم ملت ما، هم حکومت سرپرست و هم جهان. مطالبی است که جهان تقاضا داره، اما مداخله است در امور داخلی افغانستان مثلا. اما موضوعاتی است که اونا به اساس ارزش های جهانی مطرح میکنن و به مو اساس ارزش ها اونا زندگی میکنن و قابل احترام است، از جمله مسئله تحصیل خانما، کارمندی خواهران ما. این مطالب است که بسیار شدید در جامعه جهانی و در جامعه افغانی بسیار ارزش دارد و ظاهرا دیگه اتفاق هم وجود دارد در میان کشورها درباره تأمین این موارد.
کاملا به شمول افغانستان، به شمول ملت افغانستان، به شمول دولت افغانستان. ولی با آن که توافق در داخل وجود داره، اینطوری که میگن آقای آبدی، متاسفانه که در تعلیق است. بالکل در تعلیق است، دلایلش به خاطر که بس طرف دیگه نره، با نظر به معاذیر و نظر به کاری که ضرورت است تا این مسئله یک ذره درست شوه و آماده شوه برای یک تحصیل و نظام و نصاب اسلامی که واجد شرایط مردم افغانستان و ملت افغانستان، دینشان و سنن است. به این اساس دنیا حتما آهسته آهسته با قانیت بعض مواقف امارت اسلامی متوجه میشن، خصوصا جامعه ما را، شرایط عینی کشور ما را مطالعه میکنن، میبینن، میفهمن که ما یک سلسله مطالب مسائل سنن در داخل افغانستان داریم که نمیشه ساده گرفت اونا را. ولی پرسش من است که خب همونطور که یک شمار از کشورهای دیگر پذیرفته دیپلمات های امارات اسلامی رو، برای بیش از یک سال هم میشه اتم مگذرد یک شمار از کشورها که پذیرفته دیپلمات های حکومت سرپرست را، ولی به گونه رسمی حکومت را به رسمیت نشناخته، خواستهایشان همچنان پابرجاست. یعنی با وجودی که اگر این کشورها دیپلمات های امارات اسلامی را پذیرفته یا اگر کشورهای دیگر هم بپذیره، در نهایت امارات اسلامی مجبور است به این خواست هایی که جامعه جهانی دارد تن بده تا اینکه رسما وارد تعامل شود و مشروعیت جهانی را به دست بیاره. امارات اسلامی زمانی که این ارزش ها را در افغانستان پیاده بکنه، به خاطر از این نیست که فشار سرش وارد است، بلکه امارت اسلامی به این معتقد است که حقوق افغان هاست که باید اعاده بشه. تنها وقت که زمانش برسه و امارت آماده باشه که خدمت برای ملت خود به شکلی که عقیدهشان و کلچر افغانستان ایجاب میکنه عملی بکنه. ای که کشورهای دیپلمات‌های افغانستان قبول کردن اما به رسمیت نشناختن، اینا فقط هم صدق حرکت خود با امارات اعلان کردن، در عمل قبول کردن، اما ای که رسما اعلان نکردن، امیدوار هستیم که این مسئله یک زد تسریع شوه و مشکلات حل شوه. بسیار تشکر آقای شمال. خوب، اصول بین المللی وجود داره که باید هر کشور مطابق او قدم بر بداره، مخصوصا در باره ای که کشور یک کشور را یا یک حکومت را به رسمیت میشناسه. اما میبینیم بازی های چند پهلو انجام میشه. از یک طرف همین کشورها میپذیره دیپلمات ها را، اما از طرف دیگه به رسمیت نمیشناسه. از طرف دیگه یک شمار زیاد از کشورها مطابق آمارهایی که وجود داره، 65 کشور جهان است که افغانستان اونجا نمایندگی های سیاسی داره، ولی تا همین اکنون که 1.5 سال بیشتر از او هم مگذر از حاکمیت امارت اسلامی، در سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی افغانستان دیپلمات های جمهوریت هستند و فعالیت هم میکنند، اما خبری از جمهوریت هم نیست. چطور اینها به هر حال مطابق خودشان یا تصمیمی که خودشان میگیرن این فعالیت ها را به هر حال رقم میزنن؟ درست ببینیم، ادامه فعالیت های دیپلمات ها در سفارت خانه یا نمایندگی های کنسولی افغانستان در خارج از کشور مطابق کنوانسیون های بین المللی است. درست است که نظام از نگاه ساختار سیاسی در افغانستان تغییر کرده، ای که بچی نوا یا چی شکل این مسئله بعدی سیر بکنه بچه، اما هنوز ارتباطات این دیپلمات ها با او کشورهای میزبان تأمین شده، به خاطر از این که امی قسمه که جناب آبدی سمان گفتن، شما هم دوستان تاکید میکنن که تعویض دیپلمات ها در شرایط کنین نظر به خاص امارت اسلامی افغانستان بوده. یعنی هیچ کشور دنیا هنوز تقاضا نکرده که دیپلمات های شما زمان کارشون به پایین رسیده، باید افغانستان سفرا و نماینده های جدید را به اون معرفی بکنه. بله. همین خاطر هم از اون نماینده که قبلا وجود داشتن، مثلا ما در خود آلمان میبینیم همون کارهای روتینی که دیروز وجود داشت زمان جمهوریت را هنوز به کار خود ادامه میدن و ارتباطات هم با خب پرسش همی است که اونا از کجا دستور میگیرن؟ مثلا اونا وقتی فعالیت میکنه از کجا معنا میگیره وقت جمهوریت نیست و ولی برای اونها اجازه میده؟ و از طرف دیگه وقتی کشورهای امارات اسلامی را به رسمیت نمیشناسه، باز چطور نماینده های اینا را یا دیپلمات های اینا را میپذیره؟ سوال من همی است که یعنی اینها مطابق اصول داره پیش میره این کشورها یا نه هر کس به دل خودش هر چی تصمیم گرفت؟ ببینید،
نخیل ای کشورها ای سفارتخانه های ما یا نمایندگی ها بیشتر به شکل کارهای اداری و دفتری پیش میرن به خاطر از اینکه مناسبات دیروز پذیرش دیپلمات ها وجود ندارن و این دفترها هنوز هم بسته نشد اما بیشتر مراجعین مردم خود افغان آمدن کشورهای مختلف از طریق همین سفارت ها مانند گذشته صورت میگیرد بله. اگر این هم فرق نه بنابراین یک مشکل بسیار مانده برای تمام افغانستان مردم های افغان ما در سطح دنیا با وجود میرن و اینا در سطح سفرا و صلاحیت های دیروز متاسفانه نیستن و او روابط دیپلماتیک که مستقیم را که با کشورهای میزبان داشتن متاسفانه ندارن و این برای جهان هم دیگر بس فکر بکنه شما که غیر قابل تعامل شاید باشه به خاطر از اینکه هر کشوری که امروز مثلا از زمان گذشته دور رابطه با افغانستان داشتن اینا بر اساس یک سری روابط اقتصادی یا منفعت‌های شخصی و ملی خود کشورها است امروز این منافع متاسفانه در حالت رکود قرار دارد اینا به خاطر به دست آوردن این مناسبات ها در احساس کوشش میکنه که از راه تعامل از راه ازی که بتانند این مناسبات دوباره گسترش بدن تا هم سفارتخانه ها منظم باشد کار بکنند اما نه با شکل دیپلمات دیروز اینا بله. فقط به صرف کاره تا جایی که ما امروز خبر دارم در داخل آلمان اینا فقط امون کارهای اداری و دفتری رو بیشتر انجام میدن به خاطر سهولت برای مردم در خدمت خود افغانه مقرم اما او دعوت دیپلماتیک مثل وزارت خارجه دیروز آلمان بود با این روابط مستقیم با اونا هم متاسفانه ولی باز یک شماره از کشورهای دیگر را هم میبینیم که زیر حاکمیت امارت اسلامی که به رسمیت هم نمیشناسه سفارتهایشان را باز کرده فعالیت میکنه دید و بازدید داره ببینن این دید و بازدید داره دارن ببینن به شکل شخصی به سطح سفرا نیست امروز اگر نمایندهای از امارت اسلامی افغانستان به کشورهای به شرط کشور دنیا رفتن چون دیروز هم در ایران بودن امروز هم در ترکیه بودن یا به سطح سفیران نیستن به اوج پذیرش به حساب سفیر پذیرش صورت میگیره و کار انجام بدن نیست و دوم بعضا ببینید وقتی یک کشور اونجا باید بیرق ملی و هویت ملی باید داشته باشه که او از جانب ملل متحد به رسمیت شناخته شده باشه همون بیرق باید به نمایندگی از کشور در تعمیر سفارت باشه امروز ما بیرق امارت اسلامی است در دفتر امارت اسلامی در دوحه جای دیگه نمیبینیم اصلا در سفارتخانه با مو خاطر است که اینا چون دولت به رسمیت نمیشناسن حق از این شاید نداشته باشند که بیرق امارت اسلامی به جای بیرق ملی بالا بالا بسیار تشکر ممنون شما خواهی آبادی خوب خط و نشان های جامعه جهانی را هم میدانیم بارها و بارها تاکید هم شده و از طرف دیگه هم یک و نیم سال گذشته نگرانی های فزاینده هم از حقوق بشر و این مسائل وجود داره از یک طرف دیگه هم خوب این خبرها به نشر میرسه و میبینیم امارت اسلامی چی کار باید بکنه برای که حداقل یخ رابطه آب شوه و همطور هم افغانستان و حکومت سرور از افغانستان بره به سوی تعامل با جامعه جهانی ما به کرات در مصاحبه‌های خود عرض کردیم که افغانستان به یک راهبرد ضرورت داره که هم ملتش قانع شوه و هم جهان ما جز جغرافیای جهان هستیم نمیتونیم بدون جهان زندگی کنیم و ما حکومت ما جز ملت هست نمیتونه خارج بدنی ملت زندگی بکنه چیزی که میتونه این سوی تفاهمات با افغانها و با جامعه جهانی رفع بکنه و مسیر کار ما را مشخص بسازه سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی، مسائل ریفورم و مسائل دیگه که برای یک ملت ضرورت است این فقط طریق وضاحتی ازی از طریق تصویب و تصویب یک قانون اساسی است که در روشنایی مساله اولیای کشور ما به تفاهم نخبگان امارت اسلامی متخصصین دینی علمی دنیا ساینس و سایر علومی که به نام حکمت یاد میشن با تفاهمی از اونا برای حفظ مساله اولیای افغانستان که تا حال متاسفانه مشخص نشده خب ظاهرا فکر میکنم تعلل شده خب تحلل شده یا ای که شرایط معیان نبوده یا ای که کشور بعد از 43 سال جنگ الحمدلله رب العالمین به یک صلح و استقلال و برادری و اخوت آمده آل زمانی دوست که کارا شروع شد بسیار تشکر آقای محمد داود آبدی رئیس شورای صلح ملت افغان و آقای نجیب الرحمن شمال آگاه روابط بین الملل از حضور دو مهمان گرامی به برنامه و از شما سپاسگزارم بیننده ها که بیننده فراخبر بودین شب بخیر